شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، ما برنامه شناخت موسیقی رو پی میگیریم و جا داره که سال جدید رو به همه دوستان و علاقمندان تبریک بگم. امیدوارم امسال و بقیه سالهای زندگی ما در صلح و دوستی و محبت و عشق بگذره. در برنامه گذشته ما در مورد ضرب‌های ادواری که سرفصلی رو ایجاد کرده بودیم صحبت کردیم و به خاطر اینکه به پایان این بخش از برنامه می رسیدیم یک مروری داشتیم برای دوستانی که احیانا همه برنامه رو نتونستن پی بگیرند. در اون برنامه ما به نکته ای اشاره کردیم یا به نکته ای رسیدیم که در اونجا ما ضرب‌های ششتایی رو توضیح دادیم و ترکیبات ضرب‌های ششتایی رو گفتیم و اشاره کردیم که ضرب‌ها وقتی که اعدادش زیاد میشن با هر عددی که اضافه میشه یک زمان دور یا زمانش اضافه میشه و امکانات شخصیت سازی ریتم رو تقویت میکنه. امروز ما چند دقیقه رو اختصاص میدیم به سرعت به این بخش و از این بخش میگذریم، چون سرفصل بعدی ما سرفصل شناخت فرم‌های موسیقیه که ما در این برنامه اون اعلام میکنیم و شروع به توضیح فرم در موسیقی ایرانی خواهیم کرد در رابطه با شناخت موسیقی. ضرب بعدی ما یا دور بعدی ما یا پایه بعدی ما ضرب هفتاییه که به صورت هفت عدد مساوی باید خونده بشه ابتدا. یعنی بگیم 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. وقتی که ضرب اول و اکسنت میدیم، یعنی سر ضربه و حس سر ضرب باید داشته باشیم که یک هست در اینجا و هفت واحد مساوی رو ادامه میدیم و دیگه اکسنتی برای اعداد دیگه نمیدیم. اگر ما موسیقی داشته باشیم به این صورت 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1، خب ما دیگه اینجا پشت سر هم هفت تا نغمه رو اجرا میکنیم. اما همونجور که در برنامه قبل اشاره کردیم وقتی عددها بزرگ میشن ترکیبات هم بیشتر میشن. در این ریتم که هفتایی هست شما میتونین هفتا رو به یک ضرب دو ضربی و یک ضرب پنجتایی تقسیم کنین بدین صورت 1 2 1 2 3 4 5، 1 2 1 2 3 4 5. حالا اگه ملودی داشته باشیم میگیم از عشق تو، از عشق تو. ببینین 1 2 1 2 3 4 5. هر ضربی وقتی
هر آن یک دوتایی هست و یک پنجتایی هست، برعکسش هم میتونه بشه. بشه یک، دو، سه، چار، پنج، یک، دو، یک، دو، سه، چار، پنج، یک، دو. میتونه بازم ترکیب عددی متفاوت داشته باشه. خب میتونه باشه یک ستایی، یک چارتایی، به این صورت. یک، دو، سه، یک، دو، سه، چار، یک، دو، سه، یک، دو، سه، چار. باز برعکسش، باز برعکسش، یک چارتایی، یک ستایی. میتونه سکوت قرار بگیره، مثلا یک دوتایی باشه و یک پنجتایی. اصطلاحاً هندی ها میگن خالی به سکوت. خب یعنی میشه چی؟ یک، دو، سه، چار، پنج، یک، دو، سه، چار، پنج. قسمت ابتداش رو ما خالی رد میشیم که اصطلاحا ما در ایران میگیم سکوت. و ترکیبات دیگه، حالا همین عمل روی هشتایی اجرا میشه. ما میتونیم چار تا دوتا رو در یک دور حساب کنیم، بشه چهار تا دو ضربی، ولی در دور هشتایی اجرا میشه و دایره دور باید زمان هشتایی باشه. خب و باز ترکیبات مختلف میشه این هشتایی، دو تا چهارتایی، یه دوتایی، یه شیشتایی، یه شیشتایی، یه دوتایی و انواع اقسام رو باید دوستانی که اهل موسیقی هستن اینا رو خودشون رو کاغذ تفکیک کنن. نه تایی هم به همین صورت، ده تایی هم به همین صورت، یازده تایی و دوازده تایی. بعضی از این ریتما مثل ریتمای مثلا نهتایی یا ریتمای یازدهتایی در موسیقی های محلی ما، بومی ما خودشو نشون داده. در بلوچستان ما ریتمای یازدهتایی و نهتایی داریم، در کردستان ریتمای هفتایی داریم. به هر حال اون چی که من در اینجا میخوام نتیجه بگیرم اینه که ترکیبات مختلف در اعداد وقتی بزرگ میشن، 12، 14، 15، 20 و غیره، شما ترکیبات ریتمای بلندتری رو داریم. ریتمای بلندتر متاسفانه در موسیقی ایرانی ما خیلی کم شده. مثلا در موسیقی لرستان شما ریتمای بلند دارین، مثلا به این صورت میگه که دای 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 ری دا دای رای ری دا دام، یک، دو، سه. دای لای لای دای ری لا لای لای ری دا دام، یک، دو، سه. دارا را رام دارا را رام دارا رام، یک، دو، سه. ببینین این دوازده تاییه، اما سه تا ستایی تو این دور قرار میگیره. ستایی آخری سکوت میشه، یا دهل میزنه یا ضرب میزنه یا میکشنش. و در موسیقی ما متاسفانه کمتر ریتم های بلند با دایره بلند. هر کدوم از اینها هر چقدر که ریتم ها زمانش بیشتر میشه، قدیم با دایره بزرگتر نشون میدادن. دایره خیلی کوچیک ریتم تندتر بود و دایره ها هر چقدر بزرگتر میشد زمان بیشتری داشت. یعنی یک دایره مثلا 54 ضربی دایرهش به اندازه مثلا 60 سانتی متر بود، اما یه ضرب یک ثانیه دایرهش به اندازه 2 میلیمتر بود. خب این رو حالا من دیگه وارد توضیحاتش نمیشم، چون قبلا تو این برنامه توضیح داده ایم. برای اینکه دوستان ما خسته نشن به یک موسیقی گوش میکنیم و دنباله برنامه رو پی میگیریم. We'll be right back.
با پخش این موسیقی ما برنامه شناخت ضرب‌های ادواریمون به صورت خلاصه البته پایان میپذیره و این جانب فکر کردم که برای علاقمندان و دوستان اهل موسیقی و کسانی که بالاخص در شهرستان ها کار موسیقی رو دنبال میکنن یک سرفصلی رو ایجاد کنم به نام شناخت فرم های موسیقی. در ایران متاسفانه مبحث فرم خیلی در موسیقی ایرانی پا نگرفت. در دانشکده ما شاید دو ترم دو تا استاد راجع به فرم‌های موسیقی صحبت کردن، اونم خیلی مختصر. یکیش شادروان جناب پایور بود که جاشون در موسیقی ما خالیه. یک ترم هم اگه اشتباه نکنم جناب شادروان جواد معروفی درس دادن در دانشکده هنرهای زیبا و در جاهای دیگه هم خیلی این فرم ها باز نشد و تحقیق نشد. به همین دلیل من فکر میکنم که راجع به فرم در موسیقی ایرانی صحبت بکنیم. وقتی صحبت از فرم میکنیم در موسیقی یعنی یک ساختمان تدوین شده و جا افتاده و تعریف شده و مدون که دارای نمونه های زیادی در موسیقی هست و ما اون رو به عنوان یک فرمی از موسیقی ایرانی ترقی میکنیم. برای مثال فرم پیشترآمد در موسیقی سازی یک فرم معتبر موسیقی ایرانی هست. فرم رنگ یک فرم معتبر موسیقی ایرانی است که سابقه قدیمی تری از پیش درآمد داره. فرم تصنیف سازی یا فرم تصنیف، فرم ضربیخوانی، فرم چهار مضراب و نمونه‌های از این دست در موسیقی ایرانی شکل گرفته که ما بخش های کمی از این فرم ها را متاسفانه توانستیم حفظ کنیم در موسیقی اصیل ایرانی. در ردیف موسیقی ایرانی هم اکنون ما فرم های ریتمیکی داریم که این فرم ها پیش درآمد نیست اما فرم تعریف شده مثل پیش درآمد هم نداره و اینا میتونه گسترش پیدا کنه به عنوان فرم موسیقی. فرم پایه هنر محسوب میشه دوستان عزیز. اگر فرم ما در هنر نداشته باشیم آهنگساز بلا تکلیفه در ساخت قطعش. وقتی شما میگین فرم سونات، فرم کنسرتو، فرم سویت، اینها فرمهای تدوین شده جا افتادهیه که در مرور زمان به وسیله آهنگسازا گسترش پیدا کرده، تکامل پیدا کرده و دیگه جا افتاده و اینو تدریس میکنن. اگر فرم نداشته باشیم و یه قطعه موسیقی رو شروع کنیم نمیتوانیم ابعاد شروع و خاتمه و وسط این موسیقی رو به اندازه و در یک تعریف منسجم ادامه بدیم. در موسیقی ایرانی متاسفانه بعد از انقلاب ارزش فرم حتی کمتر از قبل از انقلاب شده. خیلی از دوستان و خیلی از جوانان ما موسیقی می سازن اما اولین اشکالش اینه که فرم نداره. شنونده نمی دونه چجوری باید این موسیقی رو گوش کنه. یا مثلا در نوازندگی که خودش یک فرمه، در موسیقی ایرانی تکنوازی یک فرمه، نمی دونه که باید چقدر زمان مصرف کنه، چه موقع از گوشه به گوشه دیگه بره، چه موقع ضربی نوازی کنه، چه موقع چارمزراب بیافرینه، چه موقع قطعات قدیمی رو اجرا کنه. این یکی از معضلات و مشکلاتیه که ما در این رابطه داریم. به هر حال تلاش من اینه که در برنامه آینده فرم‌های موسیقی رو یکی یکی بگم و توضیح بدم و نمونه‌های از اینها رو پخش کنم تا علاقمندان و دوستان
هم شناختی از فرم پیدا کنن، هم شناختی از قطعات موسیقی پیدا کنن، هم شناختی از آهنگسازانی مانند شیدا، درویش خان، عارف قزوینی، شوریده شیرازی، تصنیف‌های اهل عمل، تصنیف‌های تغزلی، ترانه‌های تغزلی، رنگ‌های ساخته شده و و و و و و ما در این برنامه امیدواریم که بتونیم در این زمینه هم مؤثر واقع بشیم. با پخش یک آهنگ ایرانی برنامه رو خاتمه میدیم و شما رو به خداوند متعال می سپاریم. روز و شب شما خوش باد.